نخست وزیر جدید عراق برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر می کند. این نخستین سفر او به واشنگتن است و طیف گسترده ای از موضوعها در دستور کار قرار دارد. گیتا آریان گزارش می دهد. کاخ سفید با اشاره به ادامه همکاری‌های دو کشور این دیدار رو بسیار مهم توصیف کرده. گفتگوهای استراتژیک در کاخ سفید شامل ادامه همکاری‌های دو کشور در مبارزه و شکست داعش، مقابله با اپیدمی جاری، گسترش روابط در زمینه امنیت، انرژی، بهداشت و همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. عراق کماکان خواستار کمک آموزشی و تجهیزات نظامی است. در آستانه این سفر نخست وزیر عراق در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته اون کشور هنوز به همکاری و کمک آمریکا در مبارزه با گروه‌های کوچکی که از داعش باقی موندن نیاز داره. در حال حاضر 5000 نیروی آمریکایی در اون کشور به آموزش دادن مشغول هستند. اخیراً ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا کنترل شماری از انبار مهمات و دیگر تأسیسات در پایگاه تاجی رو به ارتش عراق واگذار کرد. با این وجود جنرال مکنزی فرمانده سنتکام گفته به احتمال زیاد آمریکا و متحدانش در عراق حضوری بلند مدت خواهند داشت. گفته میشه امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت نفتی شوران آمریکا برای اکتشاف در جنوب عراق یکی از 6 قرارداد در زمینه انرژی خواهد بود. مصطفی کاظمی در ماه مه در پی اعتراض مردمی به وضعیت اقتصادی و نفوذ جمهوری اسلامی ایران به این سمت انتخاب شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.